گروه زنده خواران شاه اسماعیل. شاه اسماعیل بنیانگذار سلسله صفویه با به قدرت رسیدنش در ایران در قرن دهم هجری تصمیم گرفت که برای نخستین بار به طور رسمی ایران و ایرانی را مسلمان شیعه اثناعشری یا همان 12 امامی اعلام کند. که نتیجه این تصمیم کشتارهایی بیرحمانه و بیدلیل در میان سنی ها بود که نه تنها در ایران بلکه در جنگ های طاقت فرسا با دولت سنی مذهب عثمانی در خارج از مرزها نیز صورت گرفت که این کشتارها نیز با عکس العمل متقابل روبرو شد، یعنی صدها هزار انسان بیگناه با دینی واحد اما مذهبی متفاوت در این سو و آن سوی مرزهای دو کشور سلاخی و کشته شدند. شاه اسماعیل صفوی یکی از قدرتمندترین شاهان این سلسله محسوب می شود که پس از چندین قرن افول قدرت و حاکمیت ملی در ایران بر اثر تسلط اعراب و پس از آن هجوم اقوام و طوایف مختلف همچون تیمور لنگ، تاتارها، ازبکها و غیره به سرزمین ما در دوره او و جانشینهایش مجدداً میهن ما عظمت و شوکت روزهای قبل از اسلامی شدن را بازیافت. اما افسوس که این شکوه و عظمت در مقابل خونریزی‌هایی که این شاه بی‌رحم و بعدها جانشینانش به راه انداختند رنگ باخته و بی‌ارزش دیده می‌شود. در دوره شاه اسماعیل تنها ظرف دو شبانه روز بیش از 20 هزار نفر از مخالفین او در شهر شوش سر بریده شدند و یا برخلاف تمام موازین انسانی و اخلاقی و حتی برخلاف آیات قرآن که نبش قبر را حرام اعلام کرده به دستور این مرد سنگدل قبر مخالفینش گشوده شده و استخوان‌های مردگان به آتش کشیده می‌شد. این شخص که نام مرشد کامل را برای خود انتخاب کرده بود، گروهی 12 نفره را تحت نظر شخصی به نام جارچی باشی شاه تشکیل داد که وظیفه این گروه آن بود که با یک اشاره شاه شخص مورد نظر او را به زمین زده و گوشت تنش را با دندان قطع قطع کنند و در بسیاری از موارد آن را ببلعند که به همین دلیل به آنان گروه زنده‌خواران نیز می‌گفتند. از جمله کسانی که به دست این گروه آدمخوار قربانی شد شیبک خان ازبک بود که وقتی در جنگ اسیر شد به امر مرشد کامل ابتدا همان زنده خواران قطع قطع اش کردند و سپس از کاسه سر او که زرندودش ساخته بودند جامی برای شراب شو ساخته شد. البته این اعمال وحشیانه و بیرحمانه منحصر به شاه اسماعیل نیست، زیرا اصولاً یکی از مشخصه های شاهان سلسله صفویه از نخستین تا آخرین آنها همین گونه اعمال نفرت انگیز بود و دیگر اینکه کشتارهای همگانی در بین خانواده و افراد فامیل نیز عملی متعارف و مرسوم در میان آنها محسوب می شد. بسیار دیده می شد که پدری فرزندش را می کشت و یا فرزندی پدرش را به زندان می انداخت و یا برادران عموزاده ها و عمه‌زاده هایش را دست جمعی قتل عام می کرد تا مطمئن شود که رقیب و تهدیدی برای ادامه سلطنتش در میان خانواده وجود نخواهد داشت. در دوره شاهان صفوی شکنجه هایی مانند میل تافته در چشم کشیدن، چشم را از کاسه بیرون آوردن، سرب مذاب در حلق محکوم ریختن و یا پوست بدن کسی را زنده زنده کندن و در آن کاه پر کردن یا اسیر و محکوم را در دیگ روغن جوشان فرو کردن و خلاصه اعمال سادیسمی و وحشیانه نظیر اینها از ساده ترین و ابتدایی ترین روش های شکنجه و کشتار محسوب می شد. اما تمامی این جنایات و اعمال وحشیانه در مقابل بزرگترین جنایت آنها یعنی پروبال دادن به آخوند و ملا ناچیز به شمار می آید. زیرا آثار وحشتناک و خطرناک این مسئله هیچگاه از صفحات تاریخ سیاسی میهن ما پاک نشد و روز به روز دایره قدرت و مدار فرمان روایی و حکمرانی ملا در سرزمین ما بیشتر و بزرگتر گردید.